سلام و درود رفقا، من مجددا سرما خوردم طبق معمول. خدمت شما عرض کنم که در شورت ویدیوهای پیشین خدمت دوستان عرض کرده بودم که قصد دارم لیبلی رو تأسیس بکنم جهت ارائه آثار آنالوگ کمیاب و در رأس اونا صفحه های گرام به دوستانی که داخل ایران میخوان در واقع به این آثار دسترسی داشته باشن. اکثر صفحه هایی که در این سری از شورت ویدیوها معرفی خواهم کرد لیمیتد ادیشن و با چاپ خیلی محدود هستن. دوستانی که مایلن میتونن با مراجعه به اکانت تلگرامی که زیر این شورت ویدیو هست این آثار رو خریداری بکنن. اولین صفحه‌ای که خدمتتون معرفی میکنم Once Upon a Time in America است. موسیقی فیلم ستودنی روزی روزگاری در آمریکا ساخته انیو موریکونه بزرگ. صفحه گلد وینیل هست، رنگی هست و سیل دو آچپند خدمت شما تقدیم میشه. خب دو نسخه از این وینیل رو در تصویر میبینید. خدمت شما عرض کنم که خب این نسخه همون نسخه ای که خدمت رو معرفی کردم گولد وینیل هست و در واقع صفحه رنگی چاپ جدید و در فرانسه هم چاپ شده. منتها اون نسخه بالاری که میبینید نسخه کلکسیونی هست. این نسخه فرقش با این نسخه اینه که چاپ 1984 هست، یعنی چاپ اول صفحه هست در آلمان و این فیلم روزی روزگاری در آمریکا خدمت شما عرض کنم که در سال 1983 اکران شد و این صفحه که میبینید چاپ تقریبا همون سال اکران این فیلم هست. اون تصویرم که الان رو گرام دیدید وینیل سیاه پلی بک این نسخه بود و این نسخه در واقع وینیل رنگی داره. خدمت شما عرض کنم که صدایی که میشنیدید صدای پنفلوت بود و انیو موریکونه توی قطعه تم اصلی روزی روزگاری در آمریکا از گئورگ زامفیر پنفلوت نواز معروف رومانیایی درخواست میکنه که تم اصلی رو براش با پنفلوت خودش بنوازه و به زیبایی تمام این کار رو تولید میکنه. زامفیر در کنار انیو موریکونه با جیمز لست هم کار کرده و اون کاری که برای جیمز لست هم در فیلم کیل بیل ساخته خیلی مشهوره. بیاین گوش کنیم نسخه پنفلوت نوازی زامفیر رو برای فیلم کیل بیل که آهنگسازیش رو جیمز لست بود. نسخه‌ای که ما برای ارائه به دوستان داریم در اهورا رکوردز نسخه چاپ فرانسه این
وینیل هست و همین نسخه هم لیمیتد ادیشن، یعنی در سال 2022 در دیسکلاکس حدود 500 تا 550 تا چاپ داره، یعنی چاپ محدودی ازش هست. البته همین چاپ ها دست ما نیست قاعدتا و تعداد خیلی کمی دست ماست. دوستانی که میخوان میتونن با اکانت زیر تماس بگیرن. خب اثر بعدی که میخوام به رفقا معرفی بکنم در قسمت اول برنامه اهورا رکوردز آلبوم آفتواله. اگه بخوایم ترجمه تحت لفظی ازش داشته باشیم به فارسی، این آلبوم مایکل جکسون ترجمه میشه به مثلا غیر معمول. و این آلبوم 1979 منتشر شده توسط اپیک رکوردز. در واقع اولین آلبومی هست که یک هویت جدایی به مایکل جکسون داده، چون قبل از این آلبوم مایکل جکسون در قالب گروه جکسون 5 کار میکرد. 4-5 تا آلبوم منتشر کرده بود، ولی 1979 با این آلبوم آفتوال دارای یک هویت مستقل شد. متا این صفحه در واقع چاپ جدیدی از اون آلبوم هست و براتون آنباکسش کنم اصطلاحاً. خدمت شما عارضم که این صفحه در واقع قابلیت آلبومی هم داره، یک آلبوم جذاب هست، چون از اون سمت اگر بازش بکنی در واقع شمایل مایکل جکسون رو به صورت در واقع تمام قد نمایش میده و از این لحاظ یک گرافیک ستودنی هم داره. خدمت شما عرض کنم که بیام اینجا تو آلبوم داخلی صفحه اسم ترک ها و لیریکس اونها نوشته شده و یک الپی هست صفحه. و خدمت شما عرض کنم که این صفحه در اهورا رکوردز به صورت اصطلاحا نیر مینت به فروش میره. درباره این واژه ها من خدمتون توضیح میدم. این صفحه که خدمتون معرفی کردم سیلد بود، یعنی آکبند بود، اصطلاح قدیمی ایرونیش سوزن نخورده بود. این صفحه نیرمینت هست، یعنی نزدیک به تازه، یعنی کم سوزن خورده. روی جلد این صفحه هم میبینید که در واقع نام کمپانی اپیک که تا زمان مرگ مایکل جکسون همچنان یه جورایی آویزون مایکل جکسون بود و مایکل جکسون هم ازش شاکی بود از این کمپانی، درد شده. اپیک نتوانست قراردادهاش، تکلیف قراردادهاشو تا پایان عمر مایکل جکسون با این کمپانی مشخص بکنه. این صفحه به صورت نیرمینت خدمت شما تقدیم میشه. حالا ممکنه دوستان تماس بگیرن در زمانهای دیگه، من نمیدونم دوستان در چه زمانی این ویدیو رو دارن میبینن، ولی خب تماس بگیرن، شاید سیلدش هم موجود شد. فعلا در حال حاضر در این تاریخ نیرمینت این کار موجود هست. در باب کیفیت این کارا، مخصوصا کاری که چاپ جدید هست، هیچ حرفی نمیشود گفت، به این خاطر که با جدیدترین دستگاه ها اینا در واقع چاپ شدن، با جدیدترین دستگاه های موجود، مثلا با VMX، مثلا اون تراش صفحه با بهترین امکانات موجود چیز شده، بنابراین فوق تصور هست. کیفیت خیلی بالایی هست. مایکل جکسون با این آلبوم سعی کرد یک هویت جدید به خودش بده و سبک این کارم دیسکو فانک هست، سبکی که در واقع به تکاملش رسون مایکل جکسون. بعدها آرنبی رو شروع کرد و اولین شناسنامه در واقع مستقل مایکل جکسون همین آلبوم غیر معمول یا آف د وال هست. خب بریم سراغ سومین و آخرین پیشنهاد این برنامه اهورا رکوردز که یک صفحه ایرانی هست به نام شبهای تهران. دوستان تو شورت ویدیوها شاید درباره این صفحه دیده باشن که صحبت کردم. خدمت شما عرض کنم که شبهای تهران یه صفحه ترکیبی است از کارهای برگزیده‌ای که از سال 1315 تا 1354 در قالب لژندای موسیقی کلاسیک ایرانی تولید شده و 9 تا اثر هست که
لیستش رو اینجا میبینید: خزان عشق، مرا ببوس، سیمین بری، بیداد زمان و سرگشته، الهی ناز، شانه، بردی از یادم، ای ایران. و سال تقریبی ساختش هم جلوش نوشته شده. و خدمت شما عرض کنم که خب پرینت این صفحات روش صحبت هست دیگه. گروهی میگن که در اروپا پرینت میشه، گروهی میگن در ایران پرینت میشه. خیال دوستان رو راحت کنم، به هیچ عنوان صفحات در ایران پرینت نمیشه و حتی یک نسخه صفحه تراشی، اصطلاحاً نمیدونم لتر رکوردر رو چجوری ترجمه بکنم، حتی یک نسخه از این دستگاه ها در ایران وجود خارجی ندارن. بنابراین این صفحات در اروپا چیز میشن. حالا اینکه محصول انگلستان هست یا نه مشخص نیست، منتها در ایران تولید نمیشن. از لحاظ کیفیت این صفحه، به این خاطر که خیلی با دقت خودم هم وسواس رو چیز دارم، کیفیت خوبیه. خب قاعدتا این آهنگ های یعنی ضبطشون استریو نبوده از اول و نسخه های ریلی هم که از این کارها موجود هست قاعدتا استریو نیست. ما هیچ مونه ای رو نمیتونیم تبدیل به استریو بکنیم، مخصوصا کاری که استاندارد تولید ایرانی در اون تاریخ رو داشته. ولی کیفیت خوبیه، یعنی از بهترین نسخه ها گرفته شده. این صفحه هم صفحه‌ای هست که دوستان میتونن اگر مایل هستند سفارش بدن، در تلگرام دریافت بکنن. باز هم تاکید میکنم فعلا ما در واقع شیپینگ نداریم به کشور دیگه، فعلا فقط دوستانی که در ایران هستن. گر چشم دل بر آن مه آیینه رو کنی، سیر جهان در آینه روی او کنی. خاک سیه مباش که کس بر نگیردت، آینه شو که خدمت آن ماه رو کنی. این صفحه هم به صورت سیلد خدمتون تقدیم میشه، یعنی سوزن نخورده است و آکبنده، به صورت آکبند خدمتون ارسال میشه. یکی از باحالی های به قول معروف گرافیکیه این صفحه اینه که نام کمپانی های مختلف رکورد صفحه در ایران روش درج شده، از کمپانی شهرزاد که جزء شروع کننده ها بود. بعد از اینکه صفحه سنگی خدمت شما عرض کنم، اواخر دوره در واقع صفحه سنگی، کمپانی شهرزاد اومد اولین کمپانی بود که صفحات سنگی تولید میکرد و بعد کمپانی های دیگه پشت سرش اومد. دیگه از معاصرتریناشون کمپانی رویال رکوردز بود و خدمت شما عرض کنم که یک برند با حال تاریخی، فروشگاه فردوسی تهران. گذشته ها گذشته، برم به جست جوی سر، خب رفقا اینم از اولین قسمت از برنامه اهورا رکوردز. رفقای موزیکور، از این پس اگر ابتدای تایتل دیدن نوشته شده اهورا رکوردز، یعنی داستان متعلق به صفحه های گرام یا محصولات آنالوگی هست که ما برای ارائه به دوستان گذاشتیم. امیدوارم همچنان هر سه برنامه کانال من رو حمایت بکنید، هم اهورا رکوردز، هم موزیک خور و هم برنامه کلکسیون. دم همتون گرم که همیشه با حمایتاتون انگیزه بودید برای من، برای اینکه بتونیم این مسیر رو
ادامه بدیم. دم همتون گرم. من میثاق بنی‌مهد برای تک تک شما رفقا آرزوی لحظاتی سرشار از شادی و مملو از موسیقی رو دارم. مخلص همتون.